بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کتاب بوتچکن تألیف علامه برقعی رحمت الله علیه، امروز موضوع دیگری را مورد بحث و بررسی قرار میدیم. در بحث این که برای یک انسان مسلمان چه چیزی حجت هست، بایستی از چه چیزی پیروی کند. این مسئله بسیار مهم هست. کسی که میگوید من مسلمان هستم، مسلمان یعنی کسی که تسلیم خداست، تسلیم شده. کسی که تسلیم خداست، حالا بایستی افکار خودش از کجا بگیره، به چی چیزی باید استدلال کنه، از چی چیزی فکرشو بگیره، از چی چیزی امور زندگیشو باید بگیره، بنا کند بر اون. بحث امروز ما در ادامه همون بحث حجیتی است که قرآن داره، که قرآن اصل هست و سپس سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در هفته گذشته بحث این بود که برنامه گذشته مون که علامه برقعی رحمت الله علیه حدیث ضعیفی نادرستی را که مجتهدین شیعه به اون استدلال میکنند که بر اساس آن عموم شیعه بایستی از آنها پیروی کنند و بر اساس این روایت روات احادیث شیعه میشن حجت بر مردم و مهدی هم میشه حجت بر اینها. نقدی که بر این روایت بود، چه از لحاظ سندی و چه از لحاظ متنی، در برنامه گذشته مطرح کردیم. امروز در مورد بحث دیگری صحبت میکنیم که علامه برقعی رحمت الله علیه میارن، بحث استدلال امامیه به حدیث ثقلین، که این بحث رو مطرحش میکنه. اینی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. همانا دو چیز وزین و نفیس میانتان بر جای مینهم، کتاب خدا و عترتم. پس از من تا زمانی که به آن دو تمسک جویید ابدا گمراه نمی شوید. استدلال فقهای شیعه این است که پس باید فقه اسلامی را تنها از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام گرفت. علامه برقعی در این مورد به تفصیل صحبت می کنند. من اینو اینگونه جمع‌آوریش کردم، نقدهایی که علامه برقعی داره در کتاب خودشون، تعارض اخبار اصول با قرآن یا عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول. این نقدها بررسی سندی متنیش هست، تعارضش این حدیث، این روایت با قرآن هست، تعارض این روایت با سیرت رسول الله در ارسال مبلغین دینی از غیر اهل بیت، تعارض این روایت با ادعای علمای شیعه درباره تقیه اهل بیت. چون وقتی تقیه میکنه دیگه بحث این که انسانها گمراه نشند از بین میره، انسانها گمراه میشن وقتی کسی تقیه میکنه. پس این مجموعه نقدهایی است که بر این روایت علامه برقعی رحمت الله علیه میارن. ما امروز از نظر سندی که علامه برقعی آوردن مطرح میکنیم. چلا در آینده یا اگر این برنامه وقت شد میتونیم از نظر امروز متنن و سندن هم مورد بررسی قرار میدیم. این روایت در کتب اهل سنت اومده و خواهیم دید که چه درجه داره، چگونه هست این حدیث، با چه الفاظی اومده، آیا امر به
پیروی از اطرت اومده یا وصیت شده به خوبی به اهل بیت یا امر به اتباع قرآن و سنت شده، همه اینها هم مورد بررسی قرار میدیم. اما بررسی متنی این روایت، علامه برقعی رحمت الله علیه میگن که حدیث مزمور به صورت کتاب الله و سنتی هم نقل شده است که با بیان با مقام بیان حدیث مناسب تر می نماید و اشکالات را که زیلن خواهیم گفت بر آن مترتب نیست. پس میگه که این روایتی که میگه که اطرتی با روایتی که کتاب الله و سنتی هم اومده تناقض داره. این روایت صحیح ما داریم از عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که در روز دهم ذی‌الحجه در صحرای منا روز عید در آخرین حج رسول الله که مشهور است به حجۃ الوداع دیگه، رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت سخنرانی می‌فرمایند برای مردم. این در اینجا دقت کنید، اول که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین حجشون سه بار سخنرانی فرمودند، یکی روز نهم هست، یکی روز دهم هست و دیگری حالا دوازدهم هست. تقریبا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت فرمودند. در صحبتی که روایت عبدالله بن عباس هست و روایت صحیح هست، دقت کنید این روایت صحیح هست، کتاب الله و سنتی روایت های زیادی درش اومده، خیلی از این روایت ها ضعیف هست، اما این روایت کتاب الله و سنتی که عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت کرده اند و حاکم در مستدرک آورده، بیهقی در سنن کبرا از طریق اسماعیل ابن ابی اویس، حدثنی ابی عن ثور ابن زید الدیلی و همچنین آجرنی در الشریعه از طریق محمد ابن اسحاق عن زهری، هر دو یعنی ثور ابن زید و زهری، ثور ابن زید و زهری از اکرمه از ابن عباس که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع صحبت فرمودند. بعد فرمودند که یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. چیه؟ اینجا دقت بفرمایید، کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و سلم. میفرمان که این دو چیز رو در میان شما من بعد از خود رها میکنم، ترک میکنم، تا زمانی که به اون اعتصام کنید هیچگاه گمراه نخواهید شد. کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و سلم. پس این چیزی که علامه برقعی رحمت الله علیه در مورد حدیث این حدیث گفتند، میگه تناقضی که خواهد داشت با این هست، با این روایت صحیح هست که در آن اومده در حجۃ الوداع در روز دهم روز عید رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان فرمودند که پیروی از قرآن و سنت پیامبر سبب هدایت انسان ها میشه، انسان را از گمراهی نجات میدهد. پس پیروی از قرآن و تمسک به قرآن و تمسک به سنت انسان را از گمراه شدن نجات میدهد، قرآن و سنت پیامبر. این اولین، پس دقت کنید نقدی که وارد هست، تعارض این روایت با روایت صحیح دیگر که کتاب الله و سنتی هست. این تعارض اول رو داشته باشیم. ما در قرآن هم میدونیم، در این مورد صحبت بیشتر خواهیم کرد، که خداوند دائما امر به پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن، پیروی از رسول الله همیشه این اصل هست. و این تطیعوه تهتدوا یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. چقدر در قرآن بحث پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه مطرح شده،
پیروی از رسول خداست دیگه. و اگر از کسی از رسول خدا که پیروی نکند که معنی نداره ایمانش. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. دیگه کسی حق نداره وقتی که خدا پیامبر حکم میکردن که دیگه اختیاری داشته باشه، میگه نه من حکم قبول ندارم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. پس پیروی از رسول الله است که انسان به محبت خدا پیدا دست مییابد. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پیروی از پیامبر هست، هر چیزی که پیامبر گفتن انجام میده، هر چیزی که گفتن انجام ندید، دست بکشید شما هم دست بکشید. پس این روایت هم روایت کتاب اللهی و سنتی مطابق با قرآن هست که امر شده به اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. نقد دوم علامه برقعی در بحث خود اطرت میارند، میگن که لفظ اطرت ابهام داره، در حالی که در مقام تبلیغ دین و تعلیم احکام و ارشاد مردم و اتمام حجت بر خلق الله که از مظاهر رحمت حق تعالی است، ابهام و ایهام خصوصا در بیان مسائل اساسی و اصول مهم شریعت شایسته و مناسب نیست. کلمه اطرت میگه ابهام داره. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم که میخواد یک مسئله بسیار مهمی را بیان کنه، ابهام و ایهام دیگه معنی نداره، نمیشه از کلمه استفاده کنه که مردم نمیتونن بفهمن منظور چیه. حالا در حدیث فوق لفظ اطرت اومده، اینو که شده میفرمایید من اضافه کردم، سه معنا براش اومده، هم به معنای اولاد و فرزندان اومده، هم به معنای اعضای خانواده و اهل بیت است، معنای سوم اقوام نزدیک هم گفتن. پس سه معنا داره: اولاد و فرزندان، همسر میشه، اعضای خانواده کلا، بعد اقوام نزدیک. حالا معنای اول، معنای اول چیه؟ این معنای اول دیگه، اولاد و فرزندان. اگه بگیم که اطرت به معنای فرزندان است، میگه در این صورت نه داماد نه پسر عمو هیچ کدام وارد معنا نمیشن، وارد معنا اطرت نمیشه. اطرت معنای اولش فرزنده، در این صورت داماد و پسر عمو هم داخل در معنای لفظ نخواهد بود، در حالی که همه حضرت علی را بزرگترین مصداق حدیث میدانند. این یک قضیه، دقت می‌فرمایید. پس میگه که فرزند معنای اول میده، که در این صورت داماد که فرزند نیست، پسر عمو هم فرزند نیست. همچنین اگر توسعاً میگه نوادگان را نیز مشمول معنای اول بگیریم، یعنی نوادگان کی میشه؟ حسن و حسین رضی الله عنهما، فرزندان حضرت عثمان، فرزندان ابوالعاص. میگه مخاطبان به چه دلیل حدیث را فقط شامل حضرات حسین، حسنین، یعنی حسن و حسین علیهم السلام دانسته و دیگر نوادگان پیامبر صلی الله علیه و سلم را از شمول حکم حدیث خارج میسازد؟ بر چه اساسی میگه؟ بر چه اساسی؟ اصلا گفتین میگه اطرت به معنای فرزند هست، فرزندانش، فرزندان رسول الله همه دختر بودند. حالا میخواید نوادگان رو وارد کنید، توسعا میگه باشه، حالا ما قبول میکنیم که نوادگان هم جزء اطرت میشن. میگه الان شنونده، شما وقتی میگید اطرت زبان عربی صحبت میکنه، نواده همه وارد میشه، چرا فقط حضرت حسن و حسین و
گفتید اینها فقط نوادگان رسول الله هستند. امامه دختر زینب جز نوادگان رسول الله نبود؟ پس همه وارد میشن. حالا اگه به معنای دوم باشه، معنای دوم یعنی چی؟ اعضای خانواده و اهل بیت. اعضای خانواده، کلمه مذکور را به معنای دوم یعنی اعضای خانواده و اهل بیت بگیریم. مردم از کجا بفهمند که عایشه، حفصه، ام سلمه و ام حبیبه رضی الله عنهن و باقی امهات المؤمنین به جز حضرت زهرا منظور نیستند؟ یعنی اینا هیچ کدام، مردم از کجا بفهمند که اینها امهات المؤمنین جزء عترت نیستند؟ دیگه جز اعضای خانواده است دیگه، عترت به معنای اعضای خانواده و اهل بیت هست. از کجا فقط حضرت زهرا باید بدونن که منظور حدیث هست؟ و باز هم اگر توسعاً داماد را نیز مشمول معنای دوم یعنی که جزء اعضای خانواده اهل بیت بدونیم، هر چند برای این کار مجوزی به نظر نمی رسد، در این صورت چرا اصحاب یعنی شیعیان فقط، یا اینکه بگیم اصحاب منظور اصحاب رسول الله باشه، فقط امیرالمؤمنین را مقصود بدانند؟ از کجا پیام اصحاب رسول الله بدونند که منظور حضرت علی است؟ چرا حضرت عثمان وارد نمیشه؟ چرا ابوالعاص بن ربیع وارد نمیشه؟ خب جزء اعضای خانواده است دیگه. حضرت عثمان که داماد شوهر دو تا از دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، ابوالعاص بن ربیع هم داماد رسول الله، داماد شوهر زینب بوده، با چه به چه صورت اصحاب وقتی که رسول الله فرمود که عترت من، اینا وارد نشن؟ داماد پیامبر بودن دیگه، داماد هستن دیگه. خب میایم، اگر معنای سوم فقط در نظر بگیریم که لفظ عترت به معنای اقوام نزدیک که میگه ضعیفترین معنای لفظ هست، مردم چگونه بفهمند که عباس عموی پیامبر؟ یک، دقت کنید، مردم وقتی معنای اقوام نزدیک باشه، مردم چگونه بفهمند که عباس عموی پیامبر و یا سایر برادران امیرالمؤمنین، حضرت علی برادران داشت دیگه، و دیگر اقارب پیامبر مشمول این حکم نیستند؟ این منو اضافه کردم، معذرت میخوام که بعد قرمزش میکردم. در حدیث زید بن ارقم اومده که عترت شامل چه کسانی است؟ عترت پیامبر همه بنی هاشم هستند، فرزندان حضرت عباس، فرزندان حضرت علی، فرزند حارث بن عبدالمطلب و سایر فرزندان ابو طالب، هر کی از بنی هاشم باشه جزء عترت میشه. در حدیثی که زید بن ارقم در صحیح مسلم هست، خب بضافه این که اهل بیت وقتی صحبت میکنه که اهل بیت میگه زنان پیامبر جزء اهل بیت هستن و همچنین کسانی که بر آنها صدقه حرام شده، فرزندان عباس، فرزندان علی، فرزندان حارث بن عبدالمطلب، حارث خب میشه عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم، همطور که عباس عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ابو طالب عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. خب و باقی فرزندان ابو طالب، عقیل، جعفر، همه اینها جزء عترت میشن، جزء اهل بیت میشن. خب دقت کنید، پس یک کلمه ای اومده که دارای سه معنا هست و مشخص هم نیست. عترت به معنای فرزند، خب داماد وارد نمیشه، پسر عموک وارد نمیشه. به معنای اعضای اهل بیت، اعضای خانواده و اهل بیت هست، خب همسران میشه، فرزندان میشه، دختر پسر، وارد داماد وارد نمیشه. اگه میخواید بگید که بله داماد وارد میشه، پیامبر
سه تا داماد داشتن، پس همه اینها جزء اطرت میشن. اگه بخوام بگیم اطرت به معنای خیشاوندان هست، خب مردم از کجا بدونن که وقتی رسول الله فرمود که اطرت من منظور فقط علی است؟ خب عموی پیامبر هست، عباس هست، باقی برادران حضرت علی هستند. حارث بن عبدالمطلب، فرزندانش، اینا همه جزء بنی هاشم هستند. همه بنی هاشم میشن اطرت پیامبر. پس در اینجا حدیث اومده که اطرت، پس این معانی مختلف داره. در مقام بیان احکام اساسی دین، دین نمیشه از کلمه ای استفاده کرد که معانی مختلف داشته باشه. قانونگذار وقتی این کار رو انجام بده باید کلمه بیاره که دیگه واضح و آشکار باشه. قرآن هم وقتی که خودش رو معرفی میکنه میگه بلسان عربی مبین، واضح و آشکار، مبین هست. خودش که واضح و آشکار هست همه چیز واضح و آشکار میکنه. کلمه نمیاد بیاره که دیگه الان تو سردرگم بشی، نتونی بفهمی که الان این کسی که بعد از پیامبر هست کیه؟ منظور همسران هستند، منظور فرزندان هستند، منظور دامادان هستند، منظور خیشاوندان هستند، کیه؟ اینا همه اطرت میشه، چون شده به عنوان یک قضیه کلی دیگه مهم. پس این دومین نقدی بود که علامه برقعی رحمت الله علیه داشتن. اگه لطف کنند بعد از نیم ساعت اول تماس بگیرند. حالا آقا عامد رو خط هستند میگیرمشون، ولی لطف کنید بینندگان عزیز بعد از نیم ساعت اول. بله آقا عامد بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من از برنامه‌تون و از شما که تلاش میکنید و به شبهاتی که مطرح میشه تو فضای مجازی تو رسانه ها مطرح میشه جواب میدید، من تشکر میکنم. یعنی این رسانه هاست که واقعا عقاید و پاسبان عقاید و افکار جوانهای ماست. عرض کنم خدمتتون که یه سوالی مطرح هستش آقای حسینی عزیز، اینکه قرآن باعث نجات انسان هستش، در باره همین قرآن هستش که یک کسی اومده سوال مطرح کرده که سوال که نه شبهه، اینکه قرآن اساساً چیزی به نام قرآن وجود نداره و این که قرآنی هم که هستش خاطرات پیامبر که توسط عثمان رضی الله عنه اینو جمع‌آوری شده. درسته. این مسائل رو مطرح میکنن و در بین قرآن حالا تناقض‌گویی های زیادی میگه وجود داره. متاسفانه اینا اسلام ستیزانی مثل شهرام همایون اینا هستن که میان همچین مسائلی رو مطرح میکنن و رسانه کانال یک را دارن، تلویزیون. اشکال نداره، این آقایون خیلی خیلی جواب واضح و روشن هست، قرآن خودشون فرمودن. اگه زایده ذهن محمد هست، این نکته رو من عرض کنم، اینا جالب اینه که اینا همین آقایون، همین آقای شهرام همایون که طرفدار سلطنت طلب، طرفدار رضا پهلوی هستن، اینا تلاششون به اینه که رضا پهلوی برگرده برای مردم ایران آزادی بیاره. این جای تعجبه که این با این افکار میخوان آزادی برای ایران بیارن، میخوان رفاه برای ایران بیارن، میخوان بیان حال مردم رو خوب کنن. اینو نمیدونم واقعا دنبال چی ان، چه اهدافی دارن واقعا. خب اینم تذکر من خواندم، جزاک الله خیر آقا حامد. اولا که خواهش میکنم، اولا نکن، جواب قرآن خیلی ساده، واضح، آشکار هست. قرآن زایده ذهن محمد هست. خب یعنی محمد بشر هست دیگه، بشری مثل شماست. وقتی بشری مثل ماست یه چیزی آورده، یعنی ما میتونیم، چیزی نیست که دیگه هیچ کس نتونه مثل اونو بیاره. پس اگر ساخت محمد هست باقی هم میتونن بسازن، میتونن مثل قرآن بیارن، پس بیارید. هزارو از زمان نزول قرآن، الان 1441 هستیم، قرآن دعوت داده 1500 سال، 15 قرن است که قرآن
دعوت داده، میگه بیایید مثل قرآن بیارید. نتونستید 10 تا سوره مثل قرآن بیارید، نتونستید یه سوره. این آقایونی که الان ادعا میکنن که قرآن زایده فکر محمد هست، خب شما بیارید دیگه. چرا شما نمیتونید بیارید؟ در قرآن هیچ وقت تناقض شما نمیبینید. وقتی که انسان چیزی رو درک نمیکنه، فهمش رو نداره، میگه تناقض هست. قبلا هم گفتیم این آقایون، خب حالا اینا که اصلا عرب نیستن و عربی هم نبردن بخونن، نمیتونن صحبت کنن، خب چگونه میاد نقل میکنه قرآنو؟ بخواد چگونه تو تناقضش رو پیدا کنی؟ کسی که از اصول زبان عربی آگاهی نداره نمیتونه بگه آقا اینجا تناقض هست. تناقض نیست. شما اصلا انسان بعضی انسان باید خودش رو بدونه، شایستگیش داشته باشه. قبلا هم گفتیم که هیچ اگه یک دکتری، یک پزشکی بره تو امور یه مهندسی دخالت کنه، از قانون اونو مجازاتش میکنه. یک مهندس بخواد بره جراحی کنه، بیماری را جراحی کنه، نمیتونه. بعد هم حتی اون پزشکی متخصص چشم گوش نمیتونه بره جراحی قلب انجام بده، هر کی تخصصی وارد داره. پس اینها نه قرآن میتونن بخونن و نمیتونن نقد کنن. خب بفرمایید، حالا تمام جمع میشید مثل قرآن بیارید، دعوت قرآن هست، خیلی راحت هست. آقا چه قسمتش ساخت محمد هست؟ همش؟ خب شما یه سوره مثل اینو بیارید. اینکه اونهایی که ساخت محمد از دیگران گرفته، یه سریش از خداست، یه سریش از استادان دیگه گرفته، خب اونها مشخص کنید کدام شما بیارید دیگه. یعنی اینکه محمد وقتی تونست چیزی از سخن خودش رو وارد سخن خدا کنه و بعد هم هیچ که نتونست مثل اونو بیاره، از چیز عجیبیست، یعنی خلاف عقل هست. یه بشریست میاد یه چیزی وارد سخن خدا میکنه، میتونه، بعد همه هم عاجز میشن نمیتونن مثل سخن محمد بیارن. پس این ادعا کلن باطل هست. حالا بعد دوستمون حالا به هر سبب این بحث رو مطرح کردن، نها کنید پادشاهی و سلطنت همون ولی فقیه هست، اما خب یکی تاج بر سر داره، یکی عمامه. آقا چرا خودش رو باید پادشاه بدونه، ژن برتر بدونه؟ چرا باید بگه من پادشاه مردم هستم؟ با چه حقی؟ همون ژن برتر دونستن هست، هم خود همون ادعای خدایی بودن، بالاتر بودن هست، که من چون پدرم و پدر بزرگم پادشاه بودن. خب کی آورد اونها را؟ معلومه. خب دیگه انگلیس اونها را آورد، آمریکا اونها را نجات داد، کودتا که شد. خب پس این ادعایی نمی کنن که ما وارد ژن برتر هستیم. همین ادعایی که وارد آقازاده های امروز میکنن، خود را ژن برتر میدونن، خود را حاکم بر جان و مال مردم پادشاه میدونن. خب اگه ولی فقیه چی میگه؟ همینه، فرق نمی کنه. خب مردم انقلاب کردن که آقا پادشاه نمیخوایم، آزادی میخوایم. مردم خودشون حالا میگه نه، الان من برمیگردم، من پادشاه هستم. همونه، همون جریان هست. مردم باید خودشون انتخاب کنند، انتخاب با مردم هست، مردم چی میخوان. علت حال دعوت قرآن باز هست، مفتوح هست، همه رو به دعوت. میتونید میخواد نقد کنید، بیاد قرآن نقد کن، میتونی بفرما نقدش کن، میتونی نقد کن، میگه بفرما نقد کن، برو مثل قرآن بیار نقدش کن، بعد بیا مثل قرآن بیار اگه تو واقعا میتونی. و از زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرآن رو بر مردم خواندن، مشرکین قریش که به عنوان افصح العرب بودن، فصیح ترین عرب بودن، و میدونیم که بازارهایی که برپا میشد در عکاظ، در اطراف مکه، در ایام حج، این بازارها وقتی برپا می شد، جلسات سخنرانی بود، جلسات شعر بود،
بهترین شاعران هر قبیله خودشون معرفی میکنن و گفتیم که معلقات سبع هفت تا از اشعار بهترین شاعران عرب در داخل کعبه آویزان بود. محمد صلی الله علیه و سلم نه خطیب بود نه شاعر بود، نه سخنور بود قبل از نبوتشون و نه شاعر بودن. بعد قرآن بر اون نازل میشه. حالا قرآن ها این عربی که فصیح و بلیغ بودن، سخنور بودن، به مبارزه میطلبد. میگه بیایید، اگه قرآن میگید که سخن محمد هست، شما هم مثل اینو بیارید. شما که از محمد سخنورتر بودید، شاعر بودید، بیایید مثل اینو بیارید. اگه واقعا انسان دنبال حق و حقیقت هست، خب شما قرآن نقد کن، بفرما، بعد مثل قرآن بیار. ساده است که دیگه. چقدر ما در این جهان شاعر داریم، نویسنده داریم، فیلسوف داریم، حکیم داریم، بلان. آقا اینا جمع بشن، بیان مثل قرآن بنویسن دیگه، مثل قرآن رو بنویسن، ببینن. برگردیم به بحث خودمون. سومین نقدی که علامه بارقی رحمت الله علیه میکنند، اگه پیامبر صلی الله علیه وسلم اصرار داشت که حتما لفظ اطرت را استعمال فرماید، قطعا برای رفع ابهام از آن میفرمود اطرت المعصومین المحدثین. خاندانم که معصوم و محدثن، یعنی بهشون خبر داده میشه. تا حدیث از اشکالاتی که در سطور فوق دیدیم مبرا گردد و سایرین مشمول حدیث پنداشته نشوند. مشخص کنه. در اینجا علامه برقایی میگه شیخ عبدالجلیل قزوینی در کتاب النقص درباره ابلاغ شریعت محمدی چنین نوشته. توضیحاتی میده، حالا این میتونید در اصل کتاب بخونید بینندگان عزیز. خب پس اگه پیامبر اصرار داشت حتما لفظ اطرت رو به کار ببره و اونها را به عنوان کشتی امن و امان امت قرار بده، حتما مشخص میکردن که منظور از اطرت من با توجه به سه معنایی که داره مشخص میکردن که چی هستن. چهارم میگه در زمان صدور حدیث، زمانی که رسول الله میگه این حدیث رو فرمودن، بنابر روایت استدلال شیعه، بسیاری از اصحاب بودند که سالها با رسول الله صلی الله علیه و سلم زیسته، در رکاب آن حضرت جهاد کرده، از وی تعلیم گرفته، با اقوال و افعال رسول الله کاملا آشنا بودند. آیا باور کردنی است که مظهر حقگویی و انصاف، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، آن اصحاب از قبیل ابوذر، عمار، مقداد، معاذ بن جبل، عبدالله بن مسعود و غیره را به عنوان حاملان سنت خیش نام نبرد، اما دو نوه خردسال خیش را از طرق وصول به سنت نبوی ذکر کند؟ میگه میخواهید که به راه و روش من دست پیدا کنین، فقط باید از طریق این دو نوه من باشه؟ یه معقول هست این افرادی که این همه سال با پیامبر بودند، کلن شاگرد رسول الله بودند، پیامبر اینها را کنار بزنه و بگه فقط دو نوه خردسال من دین را به شما یاد میدهند؟ یعنی اینن اون چیزی که بحث پادشاهان میاد دیگه، موروثی میشه. نقد پنجم علامه بارقی میاره که میگه این کلام با واقعیت منطبق نیست، با واقعیت انطباق نداره، زیرا میدانیم یکی از افرادی که او را از مصادیق اطرت میدانند، یعنی حضرت علی، برخی از احکام سنت نبوی را به واسطه یکی از اصحاب به دست آورده است.
دو تا مثال میزنه. شیعه، همه شیعیان، اهم از امامی و زیدی و همچنین اهل سنت، نقل کرده اند که امیر المؤمنین علیه السلام از طریق مقداد ابن اسود از حکم طهارت از مضی مطلع شد. ماده سفید رنگی که هنگام شهوت بیرون میاد حکمشون نمیدونستند. سوال کردند از مقداد ابن اسود و پاسخشو گرفتند. اینجا رفرنس هم دادند، آدرس دادند علامه برقعی، وسائل شیعه جلد 1 صفحه 197-199، مسرد کل وسائل، خب نه از کتاب شیعه هست دیگه، جلد 1 صفحه 32. خب همچنین حکم مجازات با آتش را عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، پسر عموی پیامبر، به اطلاع حضرت امیر علیه السلام رسوند. جریان چیه؟ وقتی که شاگردان عبدالله بن سبع یهودی و خود او ادعا کردند که علی خداست، او خداست، او خالق ماست، حضرت علی دستور دادن گودالهایی کنده شد، آتش برافروختن، گفتن که اگه توبه نکنید شما را در این آتش میندازم. اینها بر این گفتار باطل خود اصرار کردند. حضرت علی اونها را سوزان، چیزی که در تاریخ هست، در کتب شیعه هم هست، نوبختی هم میاره. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما اعتراض میکنه بعدن وقتی خبر میدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده که انسان سوزانده شود. خب چگونه؟ بحث علامه برقعی اینه که میگه که یکی از افرادی که از مصادیق بارز اطرت هست خودش آگاهی از احکام شریعت نداشته در این قضایا. چطوری میشه؟ میگه که پیامبر میاد امر میکنه که از اطرت پیروی کنید و اونو در کنار قرآن قرار میده و اون نیازمند این بوده که از دیگران سوال کنه یا دیگران به اون این حکمو برسونن. این نقد پنجم بود. نقد ششم میگه که اگر اطرت تنها طریق وصول به سنت نبوی و معانی کتاب بودن، پس دقت کنید، اگر اطرت، دقت کنید، تنها طریق وصول به سنت نبوی و معانی کتاب، معانی قرآن هستند، فقط اطرت، میگه سوالی که مطرح هست، چرا حضرت علی علیه السلام که به قول شما 25 سال خانه نشین بود و یا امام حسن علیه السلام قبل از شهادت پدر و یا پس از صلح با معاویه رضی الله عنه کتابی در سنت و احکام شریعت تألیف و یا به چند تن از افراد موثوق خود املا نکردند؟ سوال هستو، چرا حضرت علی در این 25 سال که خونه نشین بودند کتابی ننوشتند در احکام شریعت؟ یا حضرت حسن خب بعد از شهادت پدرشون 10 سال دیگه زنده بودن، چرا کتابی ننوشتن؟ در حالی که فرزند حضرت سجاد زین العابدین، یعنی حضرت زید، با اینکه از جانب خلفا تحت تعقیب بود یک و عاقبت نیز شهید شد، حضرت زید شهید میشه، یکی از شاگردانش کتابی از آرا و اقوال آن بزرگوار فراهم آورد که امروز به نام مسند الامام زید در اختیار ماست. دقت می‌فرمایید؟ این نقد علامه برقعی اینه که اطرت هیچ چیز از خودشون به جای نگذاشتن برای توضیح دین. حضرت علی 25 سال میگه شما ادعا میکنید که خانه نشین بود، بعد حضرت حسن هم 10 سال بعد از صلح با پدر زنده بودند، هیچ کتابی ننوشتند یا املا نکردند به شاگردانشون، به یارانشون. اما
زید ابن علی ابن حسین ابن علی، زید پسر حضرت سجاد زین العابدین، با اینکه تحت تعقیب بود، قیام کرده بود، با این حال خب مسند امام زید هست، برای شاگردانش درس داشتن، می نوشتن، املا می کردن. میگه پس چطوری پیامبر ما رو حواله میده به اطرت، در حالی که اطرت هیچ چیز از خودشون بر جای نگذاشتن. و این سوالی که من همیشه میکنم اینه که چرا شیعه امامه میگه که ما جعفری هستیم در فقه، باقی ائمه کجا؟ بله آقا پیشمان. الو سلام علیکم. سلام خطا حسینی. بله خواهش میکنم بفرمایید. آیا حسینی من یه سوالی داشتم، حالتا دو سوالم. یکی این که آیا پوست کردن این که یه خواننده پنی بیاد بخونه و ما پوست بکنیم یا برد ما نگاه کنیم، آیا این از نظر اسلام درسته یا نه؟ اینو اول میخواستم این جوابش رو بدید، من سوال دومو بپرسم. سوال دوم؟ بله سوال دومم این، اول سوال اول میخوام این جوابو برسم ببینم این چیه حکمش. خب شما سوال دوم مطرح کنید با هم پاسخ شده. سوال دوم، حالا شما سوال اول جواب بدید، کشت پایید داره، آیا ما میتونیم ببینیم یا نه؟ چی رو ببینید؟ خب خواننده میخونه. این که یه زن، بله یه خانومی که یه زنی که خواننده میخونه میرختم و نگاه میکنیم، آیا اشکال داره یا نه؟ بله اشکال داره. خب حالا یه سوال، آیا کشور عربستان یه زن خواننده غربی رو اروپایی رو به نام نانسی میاره میرفته میخونه میخونه اشکال داره یا نه؟ خب اشکال داره. خب این کشور عربستان که دنبال به نام اسلام داره حرف میزنه، هی میگه که من مسلمم، من علم، من فلان قعبه دارم، چرا از در خوبیدنه؟ کار اشتباهش که من نباید پاسخ، اشتباه کرده، آقا غلط است، آقا خلاف شریعته. مگه اینقدر در ایران ما مردم رو کشتن؟ برای چی کشتن؟ با صد تا تأویل دارن میکشن مردم. در این تظاهرات چقدر کشتن؟ چقدر زندانی کردن؟ مگه من بله من با شما هستم. مگه من اون چیزی که کاری که اشتباهی کرده سعودی، من که جوابگوش نخواهم بود؟ اشتباه کرده، خلاف شرع هست. مگه شما شبکه سعودی نیست؟ نه خیر، ما هیچ ارتباطی با سعودی نداریم، کاری به سعودی نداریم. از عربستان حمایت میکنید؟ کجا حمایت کردیم؟ اگه حمایت کرده بودم که اتفاقا اجازه بدید، اگه حمایت میکردم این کاری که شما گفتید من میشنستم برای توجیه کردن، آقا درست نیست، تموم شد. آیا این کاری که الان شما در کشور این همه آدم رو کشتن در این تظاهرات، تو ماه شهر، تو تهران، تو فلان شیراز، فلان یا فلان جا، اینو شما چی میخواید بگید؟ بابا کشتن انسان خیلی سنگین تر است که یه خانم بیاد باسنش رو بچرخونه. که شما اینو میخواد با هم دیگه مقایسه کنید؟ این همه آدم کشته بشه، قتل سنگین ترین چیز است، خیلی سنگین است قتل، قتل انسان، یک انسان مثل کشتن همه انسان هاست. حالا شما این همه جنایت رو نمیتونید ببینید؟ یه خانمی اومده تو سعودی حالا رقصی کرده، والا این کار خیلی سنگین تر از اون هست. گناهان درجات داره، بله گناه هست، ولی آیا کشتن انسان ثواب داره؟ گناه نیست. انسان عاقلانه برخورد کنه. اشتباه کرده و غلط هست، درست نیست. بله بفرمایید آقای کاوه، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جوای حسینی، در مورد حدیث سکلین صحبت می فرمایید، مستحضر که در بحث بخاری شما فعلا در متنش هست، ما بحث گفتیم که از نظر سندی متنی تعارضش با قرآن، تعارضش با واقعیت سیرت رسول الله، تعارضش با بحث تقیه که میشه، همه اینها علامه برقعی رحمت الله مطرح میکنه. الان ما صحبتمون در مورد فقط متنش هست، به سند خواهیم رسید. بله میخوام یه مطلب رو بپرسم. بله بفرمایید. در صحیح بخاری در موارد متعدد، همینطور در صحیح مسلم،
این عبارت اومده که وقتی پیامبر فرمود ائتونی به کتاب نکتب لکن کتاب الله تذلو بعده، یکی از صحابه گفت که غلب قل وجر عندنا کتاب الله حق بنا، بله. گفت که قرآن بسه. این روایت که شما بحث میکنید حدیث سگله، اینم باز تو صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1873 حدیث 2408 اومده که در کنار قرآن اهل بیت را مطرح کنه و انا تارکم فیکم تجلن. خب کامل بخونید. کتاب الله فیه الهدا و نور فقل بو به کتاب الله و سمز به بوده و حتی علا کتاب الله و رد به پیش. بله. اون نگال به اهل بیتی و ذکرکم الله فی اهل بیتی و ذکرکم الله فی اهل بیتی و ذکرکم الله. سه بار تکرار فرمودن. خب سه بار این مطلب رو تکرار فرمودن. چه فرقی شما در این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله؟ سوالم تموم بشه جناب حسینی. خب بفرمایید. سوالم تموم بشه. شما کدام میکنین دو اندیشه رو میپسندید؟ کتاب در کنار اهل بیت یا حق بنا کتاب الله؟ 100% وقتی که اهل بیت مطابق با قرآن باشه قبول میکنیم. حالا اگه یه جای من یه سوال از شما میکنم. اگه یه جای تناقض بین کتاب اجازه فرم یه دقیقه اگه تناقضی شما اجازه بدید، یه جایی شما از اهل بیت از اطرت که میگید ضد قرآن یه چیزی بود، کدامو قبول میکنید؟ خب شما جواب این جواب بدید بعد بریم. جواب بدید. جواب بدید. این سوالو جواب میدم دیگه. حتی این سوالو جواب میدم. ببینید جناب آقای شما وقتی یه روایت میخواید استناد کنید، این یه جهت صدوری داره یه جهت دلال، یعنی باید این محرز بشه که قالت صادقه، یعنی باید این محرز آنطاره این فرمایش رو فرمودن گفتن. بعد حالا یه جهت دلالی هم دار، ما به خاطر این اندیشه اسمت در مورد عهد بیت قائلیم، معتقد این که عهد بیت بست مقابل مثل قرآن چیز رو نمی فرماید و ازلا پیغمبر نباید می گفت اطرتی و عصبتی. تمام. خیلی جالبه. خیلی جالبه. همینجا وقتی که شما معتقد هستید اسمت امام عالم الغیب و شهاده هست، اجازه آقای کاوه برادر عزیزم، فرمودید که بنا به اعتقاد اسمتی که دارید معتقد هستید که امام هیچ وقت صحبتی خلاف قرآن نمی کنه. وقتی قرآن می فرماید که قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، فقط الله عالم الغیب هست و فقط الله هست که در روز قیامت حساب کتاب بندگان به عهده داره، بازگشت همه انسان ها به سوی خداست. اما در روایت هایی که صحیح هست میگید که امام عالم الغیب و شهاده است، امام بازگشت مردم به سوی اوست، امام روز قیامت در بین بندگان فصل میکنه، قرآن اینو میگه، روایت ها اینو میگه، آیا این تناقض نیست؟ عرض میکنم جناب حسین از بحث اول دور نشین. شما بین دو روایتی که تو صحیح مسلم هم از گذار هر دو داشت اومده، یکیش گفته فقط قرآن، یکیش میشه قرآن رفته به اینا، در حال تعارضه و شما فهمیدید که من حق قرآن تعارض هیچ وقت تعارض نیست. ولی من اصلا شما اجازه بدید من از شما خواستم نگاه کن، از شما خواستم که در این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله این اسلوب خطاب رسول الله چی فرمودن. این حدیث شما کامل خوندید، احسنتم. اول در مورد کتاب الله چی فرمودن؟ استمسکو تمسکو حث. در مورد قرآن وقتی صحبت میشه امر میکنه، میگه که به قرآن چنگ بزنید. اما وقتی بحث اهل بیت میشه، اهل بیتی اذکرکم الله، سفارش میکند، وصیت هست، نمیگه که اینها چنگ بزنید. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. اهل بیت کیان؟ اولین کسانی که اهل بیت وارد میشن همسران پیامبر هستند، سپس کسانی که بر آنها صدقه حرام شده. این نقدی که علامه برقعی کردن، شما دنباله روایت در صحیح مسلم همونجا هست، از زید بن ثابت سوال میشه که مگه زنان پیامبر جزء اهل بیت؟ گفت بله اینا هستن، و همچنین کسانی که براشون صدقه حرام شده. اولین کسی که وارد اهل بیت میشه کیان؟ امهات المؤمنین هستن که شما
اصلا امهات المؤمنین و مسلمون هم نمیدونید متاسفانه، چه صفات زشت و بد هم بهشون میدید. پس اینجا این حدیث متوجه شماست که میگه اذکرکم الله فی اهل بیتی. اهل بیت کیند؟ شما استدلال کردید به روایت مسلم، به روایت مسلم درسته؟ پس اینو از روایت مسلم کاملش کنید. جواب حسین ببینید، وقتی پیغمبر حکیم وقتی پیغمبر ماینت وعنه تقاید و وحیان لایوها، وقتی این پیغمبر که میخواد حرف بزنه همه حرکات و سکناتش، همه صحبتهاش، انتخاب کلماتش دقیقه به تأیید الهیه، این وقتی اومده کلمه اهل بیت رو در کنار کتاب مقدوم قرآن مقدوم قرار داده، مشخص میشه این کتاب شأنیتش و رسالتش هم هدایته، اهل بیت هم باید یک چیزی تو همین مایه ها باشه. نمیتونید شما اهل بیت رو که هم سنگ قرآن نباشه بذارید در کنار کتاب، بعد مطلب رو بیاد مثلا به مردم مثلا سفارش بیاد. رسول الله عربی صحبت میکردن یا فارسی صحبت کردن؟ چی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودید که با ما ینطقان الهوا، عربی صحبت کردند؟ خب عربی صحبت میکردند. اهل بیت در زبان عربی در قرآن به کی گفته میشه؟ اجازه بده جناب حسینی، من این استدلال رو میکنم، کتاب معصومه، شأنیتش و رسالتش. من سوال میکنم، خیلی نمیخواد. من سوال میکنم، آیا فرزند حضرت نو که قرآن فرمود انه لیس اهلک از نظر نتجز عهد حضرت نو بود یا نه؟ چرا قرآن فرمود انه لیس من اهلک؟ انه دنبالش رو بخونید، انه عمل غیر صالح. نه در دقت کنید، بعد میگه انه عمل غیر صالح. اهل بیت اولین کسی که اجازه بفرمایید، اولین کسی که وارد اهل بیت میشه همسر انسان هست، بعد از همسر انسان فرزندان انسان هست. قرآن اینو میگه که اهل بیت، وقت در سرگذشت حضرت ابراهیم میخونید اهل بیت، در سرگذشت حضرت موسی میخونید که اذ قال لاهله امكثوا اهله امكثوا اني انست نارا. اولین کسی که وارد اهل بیت میشه همسر انسان هست. این زبان عربی است، زبان فارسی نیست که ما بیایم بعداً بخوایم. آقا زبان عربی واضح و آشکار برای مردمانی که عرب بودن، برای مردمانی که عرب بودن صحبت میکرد، برای مردمانی که از ایران الان ما هستن صحبت نمیکردن که با زبان عربی بگن بعد یک ایرانی بخواد بفهم این منظور از این اینطوریه. اونا خیلی واضح و آشکار میدونن که اهل بیت یعنی چی. شما هنوز هم میگید آقا متأهل شدید یا نه، متأهل هستید یا نه، یعنی چی متأهل هستید؟ یعنی تو داره همسر هستی، اهل بیت هستی دیگه. قرآن خیلی واضح و آشکار بیان کرده، رسول الله صلی الله علیه و آله هم خیلی واضح و آشکار بیان کردن. این نقد هایی که من از علامه برقعی خوندم، اگه با ما بودید اصلا کلمه اطرت رو میاره میگه چند تا معنا داره. بعد میگه حضرت علی رضی الله عنه در این مدت 25 سال خونه نشین بودن، 10 سال حضرت حسن بعد از صلحشون با حضرت معاویه رضی الله عنهما، چی چیزی از خودشون به جای گذاشتن؟ اطرت. چرا کتابی ننوشتن که مردم بهش مراجعه کنند؟ این نقدها من فکر کنم با ما نبودید که علامه برقعی من خوندم، لطف کنید مراجعه کنید به کتاب علامه برقعی، چون الان وقت ما تموم شده دیگه، وقتی نیست دیر تماس گرفتید. میتونید هفته آینده بارده در خدمت همدیگه باشیم و فقط 2 دقیقه ما بیشتر وقت نداریم. نه مطلب رو بگم. من 12 و الان 28 دقیقه پیش منه، 28 دقیقه توی لپتاپ من هست. ما 2 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. بفرمایید یک مطلبیتونم بفرمایید. هفته آینده هم تشریف بارید همین بحث هست. بفرمایید. من بینندگان عزیز رو دعوت به این تفکر میکنم که روی این مطلب تعمل کنند. پیغمبر حکیم اومده در کنار کتاب الله که شأنش و رسالتش هدایت اهل بیت رو قرار داده، این اهل بیت هم باید شأنیت هدایت داشته باشن و فقط معنای لغوی و ظاهری اهل بیت منظور نظر پیغمبر نبود. نشان بان نشان که در آیه 46 سوره هود هم در مورد فرزند حضرت نوح میفرماید انه لیس من اهلک، انه عمل خیر و صالح. پس اینجا انزاز اهلیت اهلیت شناسنامی و نسب نیست، اهلیت فکریه.
خب این که گفت که دیگه اهلت نیست، یعنی که نه آقای 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 کاوه دقت فرمایید، یعنی که این پسر اجازه بفرمایید اینجا فرزند جزء اهل بیت هست، اما چون خلاف ایمان نیاورد گفت این دیگه اهل تو نیست، این کسی نیست که من وعده دادم که خانواده تو نجات میدم، این عملش غیر صالح هست. ولی امهات المؤمنین جزء اهل بیت هستند، در سوره احزاب خیلی صریح و واضح صحبت فرمودن، دارن در مورد اهل بیت صحبت میکنن، قرآن همسر رو جزء اهل بیت میدونه. و این حدیث الان ما نقد سندیش رو تموم نکردیم، اجازه ندادید وقت تموم شده، من فقط تنها چیزی که مونده فقط یک آخرین قضیه بخونم از نظر متنی، چون وقت ما تموم شده، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، کمتر از دقیقه. میگه هفتمین نقدی که علامه بارقی میاره، میگه میدونیم که دست و جعل و تخلیط فراوانی در اقوال ائمه اهل بیت صورت گرفته است، این چیز مسلمی است، خیلی مثل مغیره ابن سعید فلان فلان کسانی که بوده، خیلی در اقوال اهل بیت سخنان دروغی وارد شده، در حالی که اگر اطرت تنها طریق و یا مهمترین طریق وصول به سنت آخرین پیامبر الهی بود، قطعا حق تعالی احکام آخرین شریعت خود را که سعادت بشر تا قیامت منوط بدانه است بهتر از این حفظ می‌فرمود. و آثار حاملان سنت این اندازه دستخوش نابودی و یا خلط و جهل نمی شد که فقها ناگزیر به ظن و گمان روی آورند علامه بارقعی خب خودش عالم بوده، مجتهد بوده، کلماتی که هم که میارن واضح و آشکار هستن نظر کسی که درس خونده. پس اینجا هم این بحثش هست که اگه اطرت به عنوان تنها راه رسیدن به سنت باشه، خب بایستی احکام آخرین شریعت خود این افراد حفظ می شد دیگه، آثار حاملان سنت این اندازه دستخوش نابودی خلط نمی شد که دیگه فقها ناچار بشند این گونه با ظن و گمان کار کنند. وقت ما تموم شد، تا برنامه بعد، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.